هر کجای این عالم خاکی که هستید. انشاءالله که همتون موفق باشید و از یاران امام زمان باشید. میدانید که موضوع مهدویت یک موضوع فراگیره، هم قبل از اسلام موعود مطرح بوده، هم بعد از اسلام مطرح شده. حالا ما با قبل از اسلام کاری نداریم، اما روایاتی که راجع به امام زمان هست در تمام کتابهای شیعه و سنی روایاتش آمده و قابل انکارم نیست، به گونه ای که هیچ امامی نیست مگر آن که ما از او درباره امام زمان حدیث داریم. حتی وهابی ها که خیلی هم با ما میانه ای ندارن، ابن تیمیه کتابی دارد به نام منهاج و سنه. ایشون در اون کتاب روایات امام زمان رو آورده. ببینید حتی با این که او خیلی از چیزها رو انکار میکنه. و شما عزیزان میدانید چند سال قبل، شاید نزدیک 40 سال پیش، در مدینه کنفرانسی تشکیل شد به نام عقیدت و اهل سنه فی المهدی المنتظر، یعنی عقیده اهل سنه درباره امام زمان. خب اون کنفرانس مفصل بود. بعد از چند روز یک قطعنامه صادر شد و کتابی چاپ شد که هست توی بازار. در پایان اون کنفرانس اون آقایی که رئیس اونجا بود نوشت روایات امام زمان غیر قابل انکاره، چون یکی دو تا سه تا چهار تا نیست، اونقدر زیاده. خدا رحمت کنه مرحوم آقای صدر موسوعه امام مهدی نوشته، تمام روایات امام زمان رو جمع آوری کرد. و خوشبختانه موضوع مهدویت از موضوعایی است که از همون سالهای اول غیبت که 260 امام زمان غیبتش شروع شد، از همون زمان آقایون کتاب نوشتن. مثلا شیخ صدوق کمال الدین نوشته، شیخ طوسی کتاب الغیبه نوشته. و عرض کردم خیلی روایات داریم در زمینه‌های مختلف، که یکی از اون کتاب‌ها این کتاب مکیال المکارم، این کتاب که نویسندهش در مقدمش میگه من اسم این کتاب رو از خود حضرت حجت در عالم رؤیا گرفتم. بسیار کتاب خوبی است که این نویسنده محترم در این کتاب که 2 جلدم هست، ترجمه هم شده به فارسی، تمام روایات مربوط به امام زمان رو آورد. خب یکی از بحث‌هایی که درباره امام زمان ایشون هم در اینجا آورده این هستش که چرا غیبت؟ آیا علت غیبت ما هستیم؟ علت غیبت خداست؟ علت غیبت خود امام زمانه؟ واقعا چرا غیبت؟ 2 دسته این سوال جواب داده شده. جالبه بدانید که در همین کتاب وقتی ایشون روایاتش رو میاره، این روایاتی که راجع به این موضوع هست 2 دسته است. دسته اول وقتی از امام سوال میکنن آقا چرا غیبت، امام میفرماید که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزایی نپرسید که وقتی پاسخش رو به شما بدن ناراحت میشید. یعنی مبهم گذاشتن، اصلا جواب ندادن. در نامه‌ای که به امام زمان نوشته شد از ایشون سوال شد توسط وکیل امام زمان. آقایون میدونید که، خواهران میدونید، امام زمان 4 تا نایب داشتن. نایباشون الان قبرشون در بغداده. من رفتم سر قبرشون همین هفته گذشته. من سامرا مشرف بودم، سرداب امام زمان بغداد بودم. اینا قبراشون مشخصه. توسط یکی از این نایبها به امام زمان نامه نوشتن آقا سر غیبت شما چیه؟ ایشون نوشتن مجهوله، خدا میدانه. طبق این روایات پس ما اطلاع نداریم علت غیبت. خوب دقت کنید چی میگم. یا مثلا از
امام سوال میکنن آقا حکمت غیبت امام زمان چیه؟ امام میفرماید همونطور که حضرت موسی حکمت کارهای خضر رو نمیدونست، نمیدونست چرا کشتی رو سوراخ میکنه، چرا اون بچه رو کشت، چرا اون دیوار رو اصلاح کرد، ولی بعد که حضرت خضر براش توضیح داد گفت عجب، به علتش رو فهمیدم. طبق این روایات علت غیبت بعدن آشکار میشه و ما الان اطلاع نداریم. اما دسته دوم روایاتیست که علتش رو ذکر میکنیم، منتها اونها منافاتی با این دسته اول نداره. یعنی حکمت اصلی غیبت امام زمان خودش میدونه، خدا میدونه. اما دلایلی تو روایات ذکر شده، یک اینی که خوف قتل، یعنی امام زمان یه زمانی باید ظهور کنه که دیگه مطمئن شه کشته نمیشه، میمانه. یعنی چی؟ من یه مثالی به شما میزنم. شما اگر فرض کنید یه کوچه‌ای دارید تاریکه، 12 تا لامپ و چراغ به شما دادن، شما یکیشو نصب میکنی میشکنن، دومی رو میشکنن، سومی رو میشکنن، 11 تا لامپ و چراغ شما رو میشکنن، شما یکی بیشتر نداری دیگه، اونو میذاریش تو کمد، درو میبندی، میذاری تو گاف صندوق، میذاری توی یه جای محکم، میگی اینو دیگه نمیارم تا مردم لیاقت پیدا کنن که لامپ نشکنن، حفظ کنن. ما الان قصه‌مون اینه، ما 12 تا امام داریم، الائمه من بعدی 12، 11 امام رو مردم دشمنا از بین برده، امام جواد 25 سال، امام عسکری 28 سال، امام هادی 42 سال. طبیعی خدا این یکی رو که ذخیره است دیگه نمیذاره، نگه میداره تا زمانی که در مردم شرایط فراهم بشه. بنابراین علت غیبت میشیم ما علت غیبت میشیم. شیخ طوسی در کتابش میفرماید حجبه سوء اعمالنا، یعنی امام زمان رو عمل بد ما محجوب قرار داده، مانع قرار داده. این یک. دوم ببینید، خدا تا به حال در کره زمین این کارو نکرده. یعنی چه کاری؟ کل کره زمین زیر فرمان یک نفر باشه؟ نه. شما پیغمبر خدام که اومد، مکه و مدینه در اختیارش بود، حضرت سلیمان فلسطین و بابل در اختیارش بود، مثلا حضرت ابراهیم، حضرت علی علیه السلام امام شد، کوفه و عراق در اختیارش بود، مکه و مدینه. اما شما یک حکومتی دو دنیا فرض کنید، امریکا، اروپا، اقیانوسیه، استرالیا، تمام قاره ها، آسیا، افریقا، تمام اینا یه رئیس داشته باشه، یک کابینه. الان ما چند تا کشور تو دنیا داریم، چند تا حکومت داریم؟ 313 نفر وزیر و کابینه، یک رئیس حکومت. این فقط در زمان امام زمان اتفاق بود. خب پس برای این اتفاق باید شرایط فراهم بشه و این شرایط هنوز فراهم نیست. اون 313 تا باید پیدا بشن، اون زمینه در مردم باید پیدا بشه. این هم علت دوم. علت سوم، ائمه ما در گذشته مجبور میشدن گاهی با حاکمای ستمگر کنار بیان، مجبور میشدن، نمیخواست. مثلا موسی بن جعفر که هیچ وقت هارون الرشید رو تأیید نمیکنه، هیچ وقت امام صادق منصور دوانقی رو تأیید نمیکنه، ولی چون یاور نداشتن، شرایط نداشتن، مجبور بودن به حکومت منصور کنار بیان. امام حسین قیام کرد، شهید شد. امام سجاد بعدش حکومت یزید مگه در زمانش نبود؟ چه کار کرد امام سجاد؟ یعنی ائمه ما در زمانهای زندگی کردن که یه حاکم ستمگری بوده و بر جامعه حاکم بود و اون حاکم مشروع هم نیست، نه متوکل مشروعه، نه مأمون مشروعه، نه هارون مشروعه، اما امام تحت همون حکومت داره زندگی میکنه. به عبارت دیگر ناخواسته
بیعت اون حاکم بر سر امام هم هست، یعنی امام صادق تو جامعه‌ای زندگی میکنه که منصور دوانقی است، اما امام زمان خصوصیتش اینه که بیعت هیچ کسی به گردنش نیست، یعنی هیچ حاکمی نیست که باشه امام زمان زیر مجموعش باشه. پس علت سوم غیبت اینه که باید یه شرایطی فراهم بشه که تمام حاکما از بین برن و ستمگرا از بین برن. اگر سوال کنیم علت غیبت کیست، علت غیبت مسلم بدان خود ما هستیم، شرایط ما، ضوابط ما آماده نیستیم. بله همه کارا به خدا نسبت میده داده میشه، بله این که درسته، ما هر من الان دارم حرف میزنم به اذن خداست، این که جای تردید نیست، ولی ریشه و علت اصلی غیبت شرایطی است که فراهم نیست، مردمی که آمادگی ندارن. ببینید آیه قرآن ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، جامعه اگر میخواد تغییر کنه افراد باید تغییر کنه، و به همین جهت تو روایات میخوانیم که در دوران حضرت حجت ارواح نافذا یه کسایی میان که یوتعون للمهدی سلطانه، یعنی زمینه حکومت امام زمان ارواح نافذا رو فراهم میکنه. وسایل ارتباط جمعی هم باید قوی بشه، چون وقتی امام زمان از کنار کعبه صحبت میکنه همه باید ایشون رو ببینن. شما نگید امروز موبایل هست، تلویزیون هست، نه خیلی جا هنوز این چیزا نیست، باید نمیدونم چه شیوهی، ولی باید این سخنرانی صوتش در همه دنیا و تصویرش پخش بشه، باید این وسایل قوی بشه. البته من یه نکته اساسی خدمت شما عرض کنم و اون نکته اینه که امام زمان دو جور یاری میشه، دو جور مدد میشه. به عبارت دیگر ما تو قرآن دو جور امداد داریم، خدا یه امداد مادی داره یه امداد غیبی، یه امداد طبیعی داره یه امداد معنوی. من مثال میزنم، الان خدا داره به همه ما از طریق خورشید کمک میکنه، اگه خورشید نباشه از کجا بفهمیم روزه؟ درخت‌ها از کجا رشد میکنن؟ حرارت، گرما، باران، باران یه امداد طبیعیه، به طور طبیعی آفتاب میخوره به آب، بخار میشه، ابر میشه، باران میاد. اینو میگیم امداد طبیعی. یمددکم به اموال و بنین، خدا شما رو یاری میکنه به اموال و به بنین، اولاد میده، مال میده. همین نیروی جاذبه الان زیر پای ماست تو کره زمین، این یه امداد طبیعی است، اگه نبود ما رو هوا بودیم. اما قسم دوم امداد غیر طبیعی، معنوی و امداد غیبی است. مثلا تو جنگ بدر فرشته ها میان، این دیگه طبیعی نیست. قرآن میفرماید به جنود لم تروها، لشکری که دیده نمیشه، این دیگه طبیعی نیست. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، کی در بدر تیراندازی میکرد؟ پیغمبر تو نبودی، ولکن الله رما. ابراهیم میره تو آتش، یا نار و کونی بردن و سلام، یعنی امداد غیبیه، ولی آتش که میسوزونه. چاقو میذاره به گلوی فرزند، نمیبره، امداد غیر طبیعیه. رسول خدا با یه تار عنکبوت حفظ میشه، یه غیر طبیعیه. یک چوب یا عصا، فزر به عصاک البحر، میزنه دریا میشکافه، غیر طبیعی. عزیزان در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود امام زمان وقتی بخواد ظهور کنه خدا سه جور او رو یاری میکنه، ثلاثه اجناد، یعنی سه تا جند و لشکر. کیا هستن اینها؟ یکی المؤمنون، همین شما ها انشاءالله یاران حضرت باشد، انسان های مؤمن، و الملائکه، این ملائکه، و سوم و رعب. رعب ترس تو دل دشمن میفته. مثلا تو جنگ خندق چی باعث شد که مسلمان ها پیروز بشه؟ خب یکیش مؤمنون، امیر المؤمنین ضربت و علیه در اونجا افضل از عبادت ثقلین،
اون علی بود عمرو بن عبدود رو به زمین افکند. این یک در واقع فرد طبیعی. اما تو همین خنده ترس تو دل دشمن افتاد، چند هزار تا دشمن ترسیدن. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، همه فرار کردن. رعب لشکر غیر مرئی است، ملائکه لشکر غیر مرئی است. و شما میدونید امام زمان وقتی ظهور کنه 6 روز بر دنیا مسلط میشه. امکان داره با این زرادخانه های سلاح، با این سلاح های اتمی، با این همه پهباد و هواپیما و ناو، چرا امکان نداره؟ مگه خدا برش رو از چاقوی ابراهیم نگرفت؟ کافی سلاح های هسته‌ای از کار بیفته. تمام هیچ کاری نمیشه صورت بگیره. این میشود در حضرت امام رهبر انقلاب بودن. هواپیماهای امریکایی وقتی هلیکوپترها اومدن به طبس حمله کنن، کی اونا رو انداخت؟ لشکر شن. طوفان شد افتاد، بلا مسئول ما اون شب خواب بودن، هیچ لشکری هم اونجا نبود. خدا وقتی بخواد کاری رو انجام بده، اذا اراد الله، وقتی اراده میکنه به چیزی بگه کن فیکون. پس امام زمان این 6 روزم دو روزش برای حاکمیتشه، بلا جنگ و درگیریاش خیلی کم، زود تمام میشه. و اینم به شما بگم، این نکته بسیار مهمیست. ما از گذشته امام زمان رو بد معرفی کردیم، همیشه گفتیم قهر، کشتن. نه، امام زمان پدره. یه پدر هم نوازش میکنه هم کتک میزنه بچه‌ش. امام زمان امام مهره و امام قهر. با مهر مسلمان ها، حتی مسیحی ها، وقتی مسیحی ها برن حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدیه به ایشون ایمان میارن. ولی زمان امام زمان کشتارش نسبت به اشد و علال کفار، امثال نتانیاهو، امثال آل سعود، اینها رو از در واقع با سلاحشون از بین میبرن. اما مردم عادی نه، اینا اکثرا به امام زمان اعتقاد دارن، باور دارن. این جملاتی بود که من خواستم راجع به اون حضرت خدمت دوستانمون عرض کنم. برادران، خواهران، هر کجا صدای منو میشنوید، و این نکته رو هم عرض کنم خدمت شما که امام سجاد علیه السلام به یکی از یارانشون به نام ابا خالد کابلی که ایشون اهل افغانستان و کابل بود، خیلی امام سجاد رو دوست داشت، امام سجاد هم دوستش داشت، اومد خدمت آقا. آقا بهش فرمود یا ابا خالد، ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین به امره افضل من اهل کل زمان. یاران امام زمان در دوران غیبت، یعنی شما عزیزان، اگر 2 تا ویژگی داشته باشن، از همه مردمان زمان گذشته، حتی ما. نه، اون روایت نمیگه شما ظلم کن، میگه خودش زیاد میشه، انقدر ستمگر تو دنیا هست، انقدر بی‌انصافی هست. اگر گفتن آتش فشان آتش رو خاموش میکنه، هر کجا آتش بگیره خاموش میکنه، معناش این نیست که شما آتش بزنید، نه، او خاموش میکنه. امام زمان ظلم رو از بین میبره، اما معناش این نیست که شما ظلم کن. این آیه قرآن همیشه باید برای یاوران امام زمان الگو باشه. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت ما رو به تقوا نزدیک میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله موفق باشید. خیلی ممنون، تشکر. خواهش می‌کنم. بعد این دستی آماده نشده همه چیزی. برنامه من نمی‌رسم از وقت خودم. اصلا خیلی شده. خیلی شده. یعنی
این بر سال که دیگه اصلا نمیتوانم ولی ایشالا اگه اون بر سال توانستم چه چه ببخشید. Those who want to ask question, please raise hand. Hello, Assalam Alaikum. Ji, awaaz aa raha hai? Hello, ji. Ji, please wait for a few seconds.